این رادیو صدای مردم است. این صدای شما مردم ایران است. این شما وارثان فرهنگ و تمدن کهن ایران است. رادیو صدای مردم است، صدای خشم و اعتراض شما. صدای شما مردمی که 34 سال است در برابر یک حکومت شیطانی مبارزه می کنید. صدای شما مردمی که حتی برای یک روز تن به حاکمیت مذهبی در میهنمان نسپردید. صدای شما مادران ایرانی، صدای شما پدران ایرانی، صدای شما جوانان ایرانی، این رادیو صدای مردم است. صدای شما کارگران شرافتمند، دلیر، مبارز و میهن پرست ایران. این صدای منصور اوسانلو. امروز مردی رو روی خط تلفن با اون گفتگو کردم. امروز با منصور اوسانلو گفتگو کردم. از مظاهر پایداری ملت ایران در برابر حکومت خودکامه اسلامی است. مردی که سالها برای احقاق حقوق ملت ایران و به ویژه کارگران ایران با حکومت اسلامی در ستیز بوده است و بهای سنگینی پرداخته است و سالهای عمرش را در زندان گذرانده است
و اینک خدا را شکر که در آستانه خطر اعدام توانست از مملکت خارج بشه و جان به در ببره و در خارج از کشور به مبارزات دلیرانه خودش ادامه بده. مردی که صدای او در تمام سالهایی که من برنامه رادیویی اجرا کردم از برنامه من پخش شده، مردی که ظرف یک سال گذشته هر روز صدای او رو در رادیو صدای مردم در آغاز برنامه با هم‌میهنان در ایران شنیده، این مرد مبارز آقای منصور حسانلو، مبارز کارگری، یکی از کسانی است که وجودش بسیار بسیار مغتنمه و این سعادت رو دارم که الان با ایشون گفتگو کنم. آقای حسانلوی عزیز سلام میکنم. خواهش میکنم، سلام از بنده است، سلام به شما، همکاران خوبت و شنوندگان عزیزت که من هم از داخل ایران موقعی از زندان آمدم بیرون گاهی میتونستم از شر پارازیت راحت بشم، صدای شما و رادیو شما رو میشنیدم و از برنامه هاش لذت میبردم، چون در صدای شما و برنامه شما کسانی می آمدند و حرفهایی شنیده می شد از داخل ایران و جوانان رنج دیدگانی که رادیو صدای مردم به نوعی منو به یاد اون مردم قدیم می انداخت که صدای واقعی مردم ایران بود سالها و شما با این انتخاب قشنگتون منو به یاد اون انداختید و خوشحالم که به قول شما جونم رو از دست این اسرائیل ها نجات دادم و بیرون اومدم و شاید در این فرصت هایی که باشه بتونم به اندازه یک گرد راه در خدمت مردم ایران و همه زحمت کشهای دنیا اگر لیاقتشو داشته باشم باشم. جناب حسانلو، جناب حسانلوی عزیز، عرض کنم برادر عزیز من، شما لیاقت خودتون رو به نحو بارز و چشمگیری نشان دادید. شما یکی از رهبران مبارزات ملت ایران بودید در این سالهای گذشته و هنوز هم هستید و ما به وجود شما افتخار میکنیم، ما به مردانی مثل شما احترام میگذاریم. چرا؟ چون در عمل ثابت کردید که دلنگران ملتتون هستید و آنقدر دلیر هستید که این دلنگرانی رو در عمل عرض کنم بیان کنید، اظهار کنید. در تمام این سالها من زندگی شما و یاران شما رو دنبال می کردم و صدای نازنین شما رو به هر مناسبتی پخش می کردم و الان بسیار بسیار خوشحالم که پس از این همه سال فرصت گفتگوی مستقیم با شما دست داده. آقای حسانلوی عزیزم، من با شما بعدا مفصل صحبت خواهم کرد در همون برنامه هایی که عرض کنم بهش اشاره کردید، اما امروز در آخرین لحظه، یعنی شاید 10 دقیقه پیش، وقتی صحبت از کار و کارگری به مناسبت روز اول ماه می، روز جهانی کارگر پیش آمد، ناگهان به این فکر افتادم که این بسیار خوشایند خواهد بود که صدای نازنین شما در این روز از شبکه رادیو مردم پخش بشه و به خاطر همین خدمت شما زنگ زدم و به همین مناسبت میخوام جنابالی در روز جهانی کارگر خیلی مختصر، چون همون گونه که گفتم ما مصاحبه مفصل خودمون رو خواهیم داشت، نظرتون رو در ارتباط با شرایط کارگران ایران در این روز به طور مختصر بیان کنید. بله،
چون از صداقت و شهامت و دلاوری آدم هایی که به خاطر حقوق مردم مبارزه کردند و جان باختند و این راه رو باز کردند که من و امثال من و شما که با این همه دلگرمی و شور و شوق و این صدای پر از هیجان و زیبای خودت از اینها راه میبرید، دلم میخواد یک دو بیتی رو در آغاز صحبتام براتون بگم از یکی از شهیدای همین جنبش کارگری که جونش رو به خاطر کارگرها و مردم ایران در زندانهای زمان شاه از دست داده بود. میگه ای دوست قسم به حق که زیباست، آینده زماست بی کم و کار، آن عید که دیده ای نگرید فردا گذرش به خوشه ماست. این شعر از پرویز حکمت‌جوز که در سال 53 در زندان قصر شهیدش کردن و به نرده های زندان به صلیب کشیدنش تا بعد از 3 روز جسدش آوردن پایین. یکی از کسایی بود که در راه حق و حقوق و آزادی مردم ایران و طبقه کارگر ایران مبارزه میکرد. سعید عزیزم، و چون قبل با هیجان گفتی که منو به یاد این دلاور انداختی و بعد اینکه کارگران ایران هم در شرایط سختی که الان هست با این بیانیه‌هایی که تشکل‌های مستقل دادن و اگر به فیسبوک من مراجعه کنن شنوندگان شما و خود شما و ببینید که در عرض این 24 ساعت چقدر بیانیه‌های فوق‌العاده و همه هم از درد و رنج و کمبودها و نگرانی‌ها اما سرشار از امید برای آینده و اتحاد و اتحاد و اتحاد و سازماندهی و کار تشکیلاتی و به طرف یک راه مشترک رفتن رو در تمام این اطلاعی ها میبینید. من دارم به نظر خودم میخوام این فیسبوک من، سایت من نماینده تمام صداهای کارگری ایران باشه و همه کسی که به هر نوعی با هر اندیشهی چپ، راست، میانه، سلطنت، مشروطه، کمونیست، بیدین، بادین ولی در جهت احقاق حقوق مردم و طبقه کارگر که من فقط کارگر کسی نیست که بیل میزنه یا آچار دستشه یا تو معدنه، بلکه همه کسانی که کار میکنند و مزد میگیرند مثل من و شما، خبرنگارها، پرستارها، معلمین، اساتید دانشگاه و و همه کسایی که عرض کردم در ازای کاری که میکنند مزد میگیرند، به این وسعت 90% جامعه هستند و باید از این دشواری که کشور ما دچار شده همین مردم با سازماندهی خودشون خودشون رو رها کنن و این خود رها کردن با آموزش هاست، با تلاش هاست، با یادگیری هاست، با تجربه های قبل و توجه کردن به پیشکسوت های کارگری، توجه کردن به پیشکسوت های آزادی خواهی، جریان هایی که در طول تاریخ ایران با شهادت ها و شهامت ها و آگاهی بخشی ها و رشدی که در اطراف خودشون ایجاد کردن، اهم از نویسنده ها، بازیگران، هنرپیشه‌های تئاتر، مترجمین، نویسنده ها از آبشخور دانش و آگاهی اینها بهره‌مند شدن تا امروز با تمام سختی هایی که هست، با وجود مدیاها و اطلاع رسانی هایی که همسال شما عزیزم دارید میکنید در تلویزیون ها، رادیو ها، ما فضایی پیدا بکنید که هرچند رژیم خشن‌ترین سرکوب رو بر علیه جنبش های کارگری، دانشجویی، زنان، جوانان به کار برده، ولی این صداها باعث شده که اون کسانی که در داخل هستند ناامید نشن و با تمام هزینه ها، زندان های که پر است از زندانی های کارگری، دانشجویی، روزنامه نگار و امثال دیگر، اما در داخل زندان هم جشن اول ماه مهر رو از من به من خبر دادن که امروز برگزار کردن در سالن 12 رجای شهر و بند 350 اوین و بچه‌هایی که توی 2 روز پیش هزینه دادن و بچه‌هایی که از اتحادیه آزاد کارگری بردنشون برای اینکه جلوگیری کنن از تظاهرات اول مهمه در کردستان و شهرهای غربی کشور. این ازش که من با توجه به اینکه سوال شما عام هست همین جواب عام رو فعلا به طور خلاصه میدم تا بعدها اگه بحث‌های تخصصی داشتیم هر کدومو جز به جز بریم داخلش و راه نشون بدیم و خودمونم راه یاد بگیریم. همینطوره. همینطوره ما چه این فرصتی خواهیم داشت. عرض کنم اشاره کردید به کشته شدن کارگری در دوران پیش از انقلاب، اما آیا تصدیق نمی‌کنید که وضعیت کارگران در رژیم جمهوری اسلامی وضعیت یگانه بوده که با هیچ دوره از تاریخ ایران و حتی جهان قابل قیاس نیست؟ کارگران در روزگار حکومت مذهبی سنگین ترین بها رو در بین اقشار ملت ایران پرداختند.
عمدتاً کاملا حرف شما درسته، کاملا، چون که جمهوری اسلامی اومد به جای اینکه مثلا ما یه استبدادی اون زمان داشتیم، الان تبدیلش کردن به چند استبداد گره خورده در هم که جنبه تقدس و الهی و خدایی هم بهش دادن، پشتش هم پر کردن. به قول اون رفیق بزرگ ما که در جلسه خانواده های زندانی سیاسی گفت، آقای عمویی که یکی از قدیمی ترین زندانی سیاسی دنیاست، گفت این رژیم چنان کاری کرد که تمام بلاها و شکنجه و سیاهی های دوران شاه شد سفید. یعنی آنچنان اینا جنایت کردن و کسی نفر میزنه که 24 سال در زندان های شاه تو زندان بوده و 14 سال در زندان های رژیم جمهوری اسلامی و بعدم تحت نظر تا همین امروز زیر حکم اعدام که با کمک درخواست های بین المللی و نلسون ماندلا و امسالوم تونست جونش رو نجات بده و از زندان بالاخره بیرون بیاد. و این دیگه دردهای بزرگ ما سعید جان میدونی چیه؟ اینه که مردم ما، جوانان ما در هر دو دوره، هر دو نظام از شناختن قهرمانان خودشون، جریانهای واقعی کارگری، جریانهای واقعی آزادی خواهی و کسانی که هزاران هزار جانشون از دست دادن به خاطر آزادی و عدالت و برای آینده مردم و بیرون محروم شدن و تاریخ دائما تحریف شده و راه آگاهی و انتقال تجربه نسلهای قبلی به نسلهای بعدی بسته شده و بعد با تعصبهایی که هر جریان اجتماعی، سیاسی، حکومتی، مذهبی، دینی از خودش ارائه داده، نذاشته مردم ما و نسل بعدی مردم ما دوباره بیان و اون تجربه رو بگیرن و یه قدم به جلو بیان، مثل اروپا، مثل آمریکا، مثل کشور پیشرفته، حتی مثلا استرالیا یا مثلا کانادا یا حتی کشور بلوک شرق که پاشیدن. ولی خب اونا از اون 70 سالشون خیلی کار کردن. از روسیه تزاری که آقا محمدخان قاجار با شمشیر زنگ زده تا پشت دروازه مسکو رفت، جایی که خودشون رسوندن مثلا به آمریکا شدن ابرقدرت. میخوام اینو بگم که ما هیچ دیده بسته روی هیچ جریانی، نه سیاسی، نه اجتماعی، نه ایدئولوژیک نداریم. کاملا نگاه ما به عنوان کارگر، به عنوان کسایی که جون کندن تا زندگی رو به اینجا رسوندن، بازه و بایستی همه ما با همدیگه، چون رادیو شما هم همین راهو داره میره، صدای مردمه، بدون تعصب روی هیچ جریان خاصی، روی هیچ اندیشه خاصی، از تمام تجربیاتی که نسل قبلی ما، نسلهای قبلی ما در راه تلاش برای رسیدن به دموکراسی، آزادی، عدالت، صلح، یک جامعه ای که مردم توش احساس امنیت و خوشبختی بکنن. ما نمیگیم همه یکی باشن، اصلا هر کس استعداد داره، فلان داره، باید رشد کنه، بره بالاتر، بهتر، اما اون حد اقلا که کسی از فقر و گشنگی دیگه نمیره، به تن فروشی دست نزنه، به قاچاق مواد مخدر نره. 5 تا تو خود قانون اساسی همین جمهوری اسلامی هم تو فصل سومش اومده، چون اون روزهای اول انقلاب زور نیروهای اجتماعی و مردم هم زیاد بود، فصل سوم قانون اساسی خود جمهوری اسلامی خیلی حقوق مردمی و دموکراسی توش هست، اسمش حقوق ملته، که بر اساس فشار اون گروهای انقلابی زمان شاه از اینا داده بودن وارد این قانون اساسی شد. ولی بلا بعد به تدریج بعد از سال 60-61-62 که سرکوب شد و کشتار شد و اعدام شد، همه اونا به فراموشی سپرده شد و شد ولایت فقیه مطلقه، یعنی یک شاهی که علاوه بر شاه زمین شاه آسمان هم شد و تازه خدا هم باید از این اجازه بگیره. و ما کارگرها دردمون اینه که از اون تجربیای نسلهای قبلی سندیکایی خودمون، تشکیلاتی خودمون، مبارزات آزادی خواهانی که به خاطر اینکه جامعه یه ذره بهتر شه، مثلا ما قانون کار به دست بیاریم، بیمه تامین اجتماعی پیدا بکنیم، پیمان‌های دست جمعی پیدا کنیم، دو تا سندیکا ساخته بشه، از اینها محروم شدیم که به این قهقرا رسیدیم. و من آرزو می‌کنم شما با بینش وسیعی که دارید و علاقه‌ای که دارید برای آینده بهتر کشورمون، این فضا رو باز بتونید بکنید در حد خودتون، توان خود رو که دارید هم می‌کنید و من شنیدم و دیدم، بر همین به قدر راحت فوری به شما گفتم باشه ایبی نبیم صحبت کنیم، که این تجربه ها رو یکی یکی با هم پیدا کنیم، منتقل کنیم به امروز، به نسل حاضر، به جوان ها، به کسی که مثل خود ما تو میدون اومدن، تا دوباره نیایم آموخته های نسل قبل از اول تجربه کنیم و با تکیه به اون تجربه ها و آموزش های الانی که خودمون خواهیم دید و میبینیم و نگاهی که به دنیا میکنیم و تجربه جهانی در کنارمون هست، بتونیم با همدیگه دست اتحاد و همبستگی بدیم و سازماندهی کنیم، تشکیلات درست کنیم و کشورمون موقعی سازماندهی و تشکیلاتی بشه، از تمام خطراتی که الان داره تهدیدش میکنه دور خواهد شد. جناب حسنلوی عزیزم، معلومه که چقدر حرف در دل شما هست، در اندیشه شما هست که
فرصت می طلبه تا بیان بشه، تا با ملت ایران در میان گذاشته بشه. و من همینجا اعلام میکنم در این رادیو شما هر فرصتی که بخواهید و لازم داشته باشید در اختیار دارید که با ملت ایران حرف بزنید، با کارگران ایران حرف بزنید، با هموطنانتون در خارج از کشور حرف بزنید. و من به راستی سپاسگزارم از این که پذیرفتید با هم در این زمینه همراهی و همکاری داشته باشیم. اما در این فرصت کوتاه که هست میخوام بپرسم اولا وضع جسمانی شما چطوره آقای اوسانلو؟ لطف میکنی عزیزم، من کماکان که همون ستاره قلبم بسته بود تو زندان که هست، چون دکترها تشخیص دادن جراحی دوباره نباید بکنم، دارو باید استفاده بکنم. خب تا حالا داروهایی که داشتم با کمک همسرم، خانواده، کسایی که تونستن برای من تهیه کردن استفاده کردم. بعد چشم چپم هم که موقع دستگیری آخر تو خیابون سر چهارم مسجد باختر اطلاعاتی زدن ترکید، بیناییش با تمام جراحی‌ها و حمایت‌هایی که شد تو بیمارستان لبافی نژاد عمل شد که همسرم اونجا کار میکرد و خیلی لطف کرد با همکاراش و پزشکای بسیار خوبی که این کارو کردن. اسمشون هم بیارم یا نیارم شاید برای امنیتشون مزاحمت بشه، چون خیلی خوب کار کردن. تونست بالاخره 60% بیناییش برگرده، چون شبکهش پاره شده بود، کاملا کور شده بودم من تو انفرادی که بودم. تقریبا با عینک و اینا به زور حالا چشم چپم میبینه. چشم راستم هم در دستگیری قبل از اون تو خیابون فرجام زدن که ترکیده بود، که مثلا لنز الان توش گذاشتن، طبیعی نیست. و دیسک کمر و اینا هم که داشتم بالاخره با یه مقداری ورزش و وزنم و مواظب باشم و چه میدونم دیگه، خودم باید نگه دارم، چون واسه خودم یه آرمانایی دارم که بتونم خودم رو حفظ کنم، بتونم کمکی بکنم اگه لایق باشه. که هستید و این رو در عمل ثابت کردید. همسر و فرزندانتون چطورن و همراه شما آمدند و انشاءالله همتون دوره هم هستید؟ الان نه، من خب یه وضعیتی پیش آمدش که تو من تو زندان بودم، به بچه های من، خانواده من هم خیلی فشار بود. پسر کوچیک من تو قضایای هم جنبش سبز به زندان برده شد، شکنجه‌های وحشتناکی بهش دادن، آزارهای زیادی دادن. 20 روز این بچه در 18 سالش بیشتر اون موقع نبود، روح سهراب عربی شاد، اینا با هم همسلول بودن که بعد سهراب کشته شد. و بعد مادر ایشون و همسر من همیشه با هم زیر پلی که جلوی زندان اوینه دنبال بچه‌هاشون میگشتن و با هم آشنا شده بودن. بعد دوباره عروس من رو، خب اگه خبرها یادتون باشه که چه بلاهایی سرش آوردن. بله. چند بار آزار دادن، کتک زدن، دست و پاش هنوز که هنوز از اون کتک های وحشتناک برده بودن، زده بودن توی یه زیرزمینی که نمیدونیم کجا، سر و سخت جنین کرد. پسر بزرگم که دائما تحت تهدید و فشار بود از طرف آقایون و موقع سرباز بود، به سلاح برده بودن، چند بار بهش تهدید کردیم ما میدونیم تو پسر فلانی هستی، حالا که اومدی تو نیروی هوایی باید اینجا مواظب باشی، فلان باشی، دائما تهدید و آزارهای روانی روحی داشت. همسر من که در تمام این سالها زندانها، دادگاهها، درگیریها با مرتضوی درگیر بشه، با دادگاه انقلاب، با حداد، با زندانبانها، بیا جلو زندان اوین، جلو زندان رجای شهر، واسه دوای من، داروی من، دکتر من چقدر عذاب کشید، سختی ها رو کشید، که به هر حال من الان اینجا به صدا نتونستم با بچه ها باشم. امیدوارم که یه روزی ما دوره هم جمع بشیم و برای زندن حال من تو این جمهوری اسلامی همین خودش خیلیه برای ما. منصور جان، آیا وقتی میگی که زندن و سالمن که همیشه زنده باشند، آیا در جای امنی هستند گرچه از شما دوره هم؟ من امیدوارم که امن باشن دیگه. حالا چی بگم من؟ خیلی خب، من کنجکاوی بیشتر نمی کنم در این مورد و باز کنجکاوی دارم که حتما میخوام این کنجکاوی ها رو شنوندگانمون دارن و منتقل می کنم. شما کی از کشور خارج شدی؟ من دوم بهمن ما دیگه تونستم بیام از کوههای منطقه کردستان غرب ایران تو برف و یخ و
مثل یه داستانه، یه روزی اگه بتونم اینو من برای همه تعریف کنم و بنویسم مثل میگم یه فیلم تونستم بیام بیرون. و بعد تو یه روستایی سه روز برفگیر شدیم، گیر کردیم، نزدیک 2 متر برف اومد که من همراه همون روستایی ها 3 بار 4 بار میرفتیم برفای پشت بونا و محوطه پارو میکردیم که راه خونه و آب و غذا بسته نشه. بعدم که از اونجا خودم رو به اصطلاح رسوندم تا جایی که با یه داستانی که هستم و الانم اینجا احساس امنیت من ندارم کماکان، و اینکه وضعیت دلم انقدر پر درد و آشوب و رنج از این جنایتایی که اینا کردن در حق مردم، که با اینکه اینجام تحت خطرم و حیات خلوت آقایونه و دست نیروهای اطلاعاتی هم زیاد اینجا باز، ولی باز این مصاحبه رو میکنم، این حرفا رو میزنم، با جون خودم به نوعی دارم بازی میکنم دیگه، تا چه شود. عرض کنم که انشالله که خود خداوند مثل همیشه شما رو از گزند این دشمنان حفظ خواهد کرد، و بعد هم که شما الان به جز مسئله امنیتتون، آیا شرایط زندگیتون مناسب کم و کسری گرفتاری در اونجا ندارید؟ مگه میشه نداشته باشی؟ من با دست خالی دیگه زدم آمدن، یه پسنداز کوچیکی بود، اونم با یه ناراحتی و عصبانیت و درگیری من تونستم بالاخره با یه چیزی که در رابطه با این کسایی که به شکل قاچاق میارن مجبور بودم هزینه هایی رو بدم و اینها. درسته. دیگه مجبور شدم که بیا و هرم 3 ماه که اینجا آمدم، خب دست خالی بودم، شرایط عادی نبوده. 30 سال من کار کردم قبل از اون شکرواه تو کارخونه بافندگی، قبل از اون جای دیگه، و الان که باید بازنشست می شدم اصلا حق بازنشستگی می گرفتم، سنوات خدمتی رو باید طبق قانون می گرفتم، بیمه ای داشتم که لااقل پوشش های درمانی رو می داد، که مثلا بیمه شهرداری تهران یا همون مال شکرواه که بود تحت پوشش شهرداری بود. و من از همه اینا محرومم، چون من اخراج کردم با اینکه من شکایت کردم، هیچ کدوم اینا به من ندادن، و اینم ظلم مضاعفیه که حکومت تنبیه موقع میکنه هم به زندان میندازه هم میکشه هم میزنه، چرخ اقتصادی تو هم لنگ میکنه و حق و حقوق تو نمیده و دست تو خالی میذاره که تو رو بشکنه، تو به زانو در بیای با دست خالی، غرور تو بشکنید، مجبور بشی یا به حکومت التماس کنی که حق و حقوق تو بدن، یا بری تبدیل به مأمورشون بشی، یا مثل من که اگه اینها رو نشی برای نجات جونت و هدفهایی که داری بعد خب بیای این ور، و بعد تازه این طرف هم با این مسائل گرانی و اقتصادی و مالی و امثال من که سرمایه دار و ارباب نبودیم، که تازه چند سال هم که زندان و بیخار بودیم، درآمدی نداشتیم، ولی با همه این سختی ها بازا وایسادیم تا این حرف حق و عدالت و انسانیت رو بیرایی برسونیم. نه شرایط اقتصادی زندگی من خوب نیست الان، خیلی هم سخت اتفاقا. از یارانتون که من خدمت همشون ارادت دارم، باهاشون تماس های تلفنی داشتم، به خصوص همون اوائل که شما به زندان افتادید، من از طریق اونها از حال احوال شما با خبر بودم و با تعدادی از آنها در ارتباط مستقیم بودم برای مدتی. از اونها چه خبر؟ الان در چه شرایطی هستن جناب صندوق؟ ما از عزیزانمون، رفیقایمون، بچه های کارگری چه شرکت و چه صنوف دیگه که همکاری با ما داشتن، یک گزارش کوتاهی میتونم بهتون بدن. آقای رضا شهابی با اون شکنجه هایی که شده بود، که دست و پاش فلج شده بود و گردنش آسیب مهراش دیده بود، جراحی شد و با به نظر تمام پزشکانی که نوشتن بارها بایستی در بیرون از زندان و تحت مداوا باشه، متاسفانه دوباره برش گردوندن زندان، چون موقعی اومده بود برای مرخصیش خب فعالین کارگری دیگر رو میدید، همکارای دیگر رو میدیده، سر میزده این برمو برد، یعنی کار غیر قانونی نمی کرده، احوال پرسی بود و تو خطا مثلا کارگرها رو میدیده، گفتگوی که قبل از زندان رفتنش این مثلا مذاکره نزدیک 1 ساعتی شاید بیشتر با هم داشتیم، که خیلی از مسائلی که انجام شده بود و برای من هم گفت و من ازش اجازه گرفتم که اگر هر وقت رسانه چیزی بود من حق دارم اینا رو بگم، که آره هیچ مشکلی نیست، من 6 نفرم شاهد برای این گفتگوی خودمون دارم، که چون ایشون تو زندانه اگر یک تکذیبی بخواد اطلاعاتی ها یا زندانبان ها یا عوامل نفوذی در مثلا هولوش سندیکای ما داخل سندیکای ما بدن،
من اسناد و مدارکشو دارم که ایشون اجازه به من داده و با دیگرانی هم صحبت کرده که با من گفتگوها رو داشته و اجازه داده من بیان کنم. بله ایشونه که برگردوندن به هر حال زندان و تو زندانم که یه بیانیه برای اول ماه مه بازم داد با شجاعت تمام اومد بیرون و دیگه آقای مددی بنده خدا که هنوز در وضعیت اخراج و تلاش میکنه برگرده سر کار، با اینکه 3.5 سال یه بار زندان کشیده، 4 ماه یه بار زندان کشیده، چند سال اخراج بوده. بعد دیگه بهتون بگم بعضی از بچه‌ها خب بازنشسته شدن، بعضی‌ها بازخرید کردن، بعضی خودشون دیگه اونایی که دیگه نصف راه هست دیگه تو از جنبش همه تا تهش نیستن، اتوبوس خریدن، کارفرما شدن، بعضی متأسفانه به راه‌های دیگه‌ای کشیده شدن که حالا من سر یه گزارش دقیقی یک روز اینا رو به مردم باید اعلام بکنم که ما چه مشکلاتی خواهداریم در همین الان تو مبارزه. ولی اکثریت اونایی که به سر کار بازگشتن کماکان فعالیت سندیکاییشون رو می‌کنن و دلیلش همین است که موفق شدن با این مبارزه‌ای که طی یک سال گذشته 2 سال وجود داشتن بچه از 89 به بعد یه 18% حقوق شرکت کارگر شکوات اضافه شد و دوباره تونستیم بعض بخش و پیمانهای دست جمعی رو بگیریم، شیر و کیکی که نمیدادن سالها اونو گرفتیم، حالا حق مسکن ماهی 10,000 تومان میدادن تو این گرونی به ماهی 100,000 تومان رسیده با نام نگاری ها و پیگیری ها. صندوقی بود به عنوان صندوق پسنداز که مدیر شرکت باید بالای 4,860,000,000 تومانش کشیده بود بالا، ولی با زحمت هایی که بچه های سندیکا مثل آقای حسن سعیدی، مثل آقای وحید فریدونی، مثل ناصر محرمزاده، مثل خانم شیری و دیگر دوستان که کشیدن و اینا همه اخراج شدن، این 4 تایی که گفته برون در حالت اخراجن، ولی باز هم کماکان به مبارزشون ادامه میدن و اینا رو اطلاعات خاصه تهدید کرده که اگر جمع آوری امضا و کار سندیکایتون اجازه بدی ادامه بدین زندانیتون میکنین. ولی من وظیفه‌ام میدونم که در اطلاع رسانی ها بگم اینا رو که بر مردم بدونن که کماکان بچه‌هایی که در رابطه با سندیکا هستن فعالیت میکنن، هزینه میدن، اخراج میشن، تو این گرونی بی پول میمونه خانواده‌هاشون، ولی از راه درستشون دست بر نمیدارن. آقای اوسانلو، الان به هر حال فعالیت های سندیکایی در سایر محیط های کارگری و طبقات کارگری در جریانه؟ بله، ما الان میتونم به جرات به شما میگم ما اون زمانی که من از کنگره بین المللی برگشتم سال 86 با همکاری بقیه دوستانی که بودن در صنوف دیگه که پیشکسوت های سندیکایی در هیئت مؤسسه سندیکای کارگری آموزش ها رو میدادن و ما از اونها میآموختیم، ما سندیکای فلز کار مکانیک، سندیکای کارگر نقاش ساختمان، سندیکای کارگر ساختمانی، سندیکای کارگر نیشکر هفت‌تپه اهواز، خود محمود صالح، اینا که سندیکای کارگرای خباز بودن که بعد اسمشو به زور جمع کرد انجمن سنفی، ولی کماکان هستند و در راه اهدافشون به همه سختی مبارزه میکنن. کارگران پروژه‌ای، بچهای ایران خودرو، سایپا، مثل سرچشمه، اصلویه، بعضی از بچهای نفت، کارگرای نوبت، لوله، بسیاری از بچهای تبریز یادم افتاد، بچهای سندیکای برق و الکترونیک کرمانشاه، بعض از اتوبوسرانی ها و راننده های بین جاده ای که یکی از اونا افشین حسانلو برادر خود منه که 3 سال الان تو زندانه و اسمش هم یه جایی نگفتن از خاطر اینکه برادر من بوده، بنا به یه دلایلی شاید چاله که من هستم میگم که مظلوم واقع شده و این 3 سالی که قاضی صلواتی 5 سال زندان بهش داد و 4 ماه زیر شکنجه شدید بود و ایشون با من هماهنگی میکرد اطلاعی های برای پایه‌گذاری سندیکای راننده های اتوبوس بیابونی و تریلی و کامیون که در پایانه ها بودن و می برد، آگاهی می داد برای حق بیمه اونها و به اصطلاح بازنشستگی اونها، کلاس های آموزشی سعی می کرد تو همون ترمینال اونها بذارن که ایشون هم تو ترمینال دستگیر کردن بردن و الان 3 سال زندانه و الان در سالن 12 رجایی شهر کرج تو زندان هست، 3 سال زندانشو میگذرونه. ولی با این حال که ما این هزینه رو دادیم، همین سندیکاهایی که عرض کردم و اتحادیه و تشکلها که ممکنه تعداد اعضاشون کم شده باشه ولی فعالن و با هم دیگه هم همکاری میکنن، تو سایت من گفتم اگه برید فیسبوک من اطلاعی های همه اینها منتشر شده و با شجاعت اتحادیه آزاد کارگران که خیلی زحمت کشیدن در جمع‌آوری اون 3000 تا امضا، کارگرای فلزکار مکانیک، کانون با فن حقوق بشر، حقوق کارگران که
به اصطلاح آقای صدفی فیروز رئیس‌دانا که یه سال زندان کشید اومد تازه بیرون، با خود من جز پایه‌گذاراش بودیم و محمود صالحی اینا که بوده و ببینید میخوام به شما بگم با تمام فشار و سرکوب با این همه اسمت این تشکل‌ها با هر کیفیتی باقی موندن و سعی میکنن صدای آزاد و دموکراتیک مردم ایران و کارگرای ایران به خصوص باشن و من همین رو که مقاومت داره ادامه پیدا میکنه و اینها زیر بار تهدیدها، احضارها، زندانهای اطلاعاتی و حکومت نرفتن و برای اول مهمه با شجاعت همشون اطلاعی منتشر کردن از جمله همین بچه های سندیکای شکر باید نشون میده که با این که سرکوب شدیده ولی واقعیت‌های عینی، نیازها، فقر و گرفتاری اینقدر زیاد هست که این بچه‌ها باز هم حاضرن هزینه بدن ولی دست از مبارزه صنفی، سندیکایی، دموکراتیک خودشون بر ندارن. یک گزارشی حالا دارم کوتاهی شد دیگه. بله بله. فرصت که من باید دونه دونه این بله. زندگیشون رو برای مردم ایران بگم که یک درسی بشه دیگران هم پا برای مبارزه بذارن و ببینن با اینکه این بچه ها 7-8 ساله دارن هزینه میدن ولی بازم هنوز ایستادن و دیگران هم بیان. هرچی تعداد افرادی که در مبارزه بیشتر بشه هزینهش سرشکن میشه و جامعه دموکراتیک تر میشه و ستم ولایت فقیه یا کمتر میشه یا بالاخره از بین میره. باید تعداد بیشتری به میدون بیان هر روز، هر هفته، هر ساعت تا زندگی تغییر بکنه. تا خود مردم به میدان نیان تغییر به وجود نمیاد و این نمونه های کارگری ما باید برای مردم بگیم بشناسن ببینن بدون زناشون بچه هاشون هم تو بیکاری اینا رنج میکشه، تو زندان اینا عذاب میکشه، بایستی بار زیادی از زندگی اون زن و بچه ها بکشن موقع این زندانی کارگر زندانی میشه یا مثلا بیکار میشه. ولی با همه اینها این بچه های ما که پرسیدی چه میکنند هستند و دارن برای کسی لرد توانش این مبارزه رو به پیش میبره دیگه. جناب حسنلو، تمام این مسائلی که اشاره کردید باید بازگو بشه، باید این فعالیت های صنفی سندیکایی تشریح بشه، شرایط این مردان و زنان دلیری که علارغم این جو خفقان حاکم بر میهن اینگونه فعال هستند، اینها باید شناخته شده باشند، مردم اینا رو بشناسند، از نوع فعالیتاشون، از رنجشون، از دردشون، از کم و کسر زندگیشون. و خوشبختانه آقای حسنلو ما یک رادیویی درست کردیم به کمک 150 تا هموطن که این رادیو فقط و فقط کارش همینه، یعنی برنامه دیگری نداره، یعنی ما 24 ساعت هر روز فرصت داریم که راجع به این مسائل حرف بزنیم، اطلاعات پخش کنیم و شما این رو بدونید که میکروفون این رادیو، امواج این رادیو در اختیار شماست و ما گفتگوهای تفصیلی خودمون رو اگر موافق باشید از هفته آینده با هم آغاز میکنیم که وارد این جزئیات بشیم با همین هدف بسیار بسیار عمده‌ای که بهش اشاره کردید، یعنی تشویق کارگران به پیوستن این فعالیت‌ها، تشویق مردم به عرض کنم حمایت از این فعالیت ها. این کاری است که ما انشاءالله از هفته آینده آغاز میکنیم. اما در این فرصت کوتاه و به مناسبت روز جهانی کارگر میل دارم یک سوال دیگه از شما بکنم. شما نسبت به آینده مبارزات کارگران ایران و مردم ایران چقدر خوشبین هستید؟ جناب خواهی مقامی، من چون یه نگاه تاریخی دارم و تاریخ رو همیشه رو به جلو میبینم، خب طبیعتاً که نگاه من نگاه مثبت و امیدوار با همه هزینه. خود شما استادی در این زمینه، میدونید که تمام دستاوردهایی که بشریت به دست آورد مفت به دست نده، همیشه بین دو نیروی خیر و شر، سیاهی و سپیدی، ارتجاع و آینده، امید و ناامیدی، زیبایی و زشتی، شب و روز، یک نبردی هست که این جهان رو سازمان داده و این
تاریخ رو داره تغییر میده و این اتفاقا در همه دنیا میفته. درست. همین کشوری که الان مثلا آمریکا، اگه اون همه مبارزاتی که توش بوده در رابطه با استقلال خواهیشون، در رابطه مبارزه علیه بردهداری، در رابطه با مبارزه برای حقوق مردم، تا میاد مثلا از دوره مثلا آبراهام لینکلن و قبل اون جورج واشنگتن و نمیدونم امثال توماس جفرسون بگیر، بعد شما بیا برسه مبارزات کارگریش و تاریخ اتحادیه‌های کارگری آمریکا رو بخونی، شما سرشار از خون و مرگ و ستمه، ولی روز به روز اگه جامعه آمریکا روش کرده، امروز کشور بزرگی شده که تاثیر گذاره، واسه اون مبارزات در خود آمریکا هم شده. یک تاریخ مردمی هر کشور داره که جدا تاریخ حکومتیشه. اگر امروز هم شما مثلا در اروپا هم میبینی باز همینه، سابقه مبارزه های زیاد، دوران رنسانس، ایستادگی در برابر کشیش ها، کشیش هایی که مردم و دانشمندا رو مثل گالیلو و کوپرنیک رو میسوزوندن. پس ایران هم همینه، همین مبارزه رو ما داریم، مبارزه بین شادی و غم، مبارزه بین آینده و گذشته. و این سندیکاها، این کارگرها، این روشنفکرها، این مبارزین حزبی که از قدیم تا الان بودن، هر کسی به اندازه یه ریگ که بخواد برای آزادی، عدالت و انسانیت و بهتر شدن شرایط زندگی مردم یه ریگ بذاره تو کفه ترازو، که یه ذره طرف استبداد و ولایت فقیه و ستمگری این حکومت دینی ضد بشری رو سبک بکنه، همه باید دستشو بفشارن. یعنی ما اینجا دیگه نباید نگاه کنیم به این که این ایدئولوژیش چیه، این چپ، اون راست، این کمونیست، این بیدین، اون بادین، اون بهایی، این مسلمان. اصلا ما باید به این نگاه کنیم که ما انسانیم و همه ما به عنوان انسان یک نیازهایی داریم و به عنوان انسان یک خواسته‌هایی داریم و به عنوان انسان یک آرزوهایی هممون داریم. یعنی همه دوست دارن رفاه داشته باشن، شادی داشته باشن، خوشبخت باشن، زن و بچه‌شون راحت باشه، مردشون راحت باشه، آینده‌شون یه خورده احساس امنیت ازش بکنن، آزاد باشن که حرفشون رو بزنن، انتقاد کنن، کمی رو می‌بینن، زیاد می‌بینن، بتونن بگن و مورد حمله واقع نشن. راه پیشرفت جامعه همینه. به همین دلیل من با اینکه این همه فشار تو جامعه ما هست، تحریم، تورم، گرانی، فقر، فلاکت، ریاکاری، نمیدونم این چیزی که حکومت درست کرده به خصوص علاج فرهنگی و اینا که فردگرایی رو دامن گستر کرده به جای جمع‌گرایی، تو تلویزیونش، تو فیلماش همش چیز احمقانه رو جلوه میده که تحمیق تصویری و تحمیق فرهنگی مردم رو بکنه، ولی با تمام اینا شما میبینی باز یه جنبشایی هست، یه جنبش سبزی راه میفته، یه جنبش کارگری راه میفته، یه کارگرای کارخونه الان هر روز اگه اخبار کارگری من ان شاء الله بهتون بدم منظمن، هر روز کارخونه کارگرا جمع شدن، جلوی کارفرما رو گرفتن، جلوی مجلس اومدن، جلوی رئیس جمهور رفتن، تو شهرستانا با استاندار گیری، همین احمدی اینجا دفتر خراسان چیز خوزستان کارگرای کارخونه ریختن اونجا، چه بساتی براش درست کردن. تبریز که رفت، مردمی که پولشون رو توی صندوق غذا اومدن باش درگیر شد، یه نفر باش بزن بزن کرد، تو سایت ها خبراش هست. یعنی این جامعه خفه نمیشه زیر بار ستم، به هر یه جایی میزنه بیرون. اما اگه سازماندهی بشه، سندیکایی بشه، حزبی بشه، تشکیلاتی بشه، متحد بشه، همه از همدیگه حمایت کنن، رو تفرقه نرن، رو اتحاد بیان، همین فعالینی که هستن به جای اینکه دنبال متلای خشخاش گذاشتن یا مور عماس کشیدن برن، بیان ببینم مثلا این کسی که داره مبارزه میکنه یا این حزب یا سندیکای تشکیل چه تاثیر مثبتی داره میذاره، اون مثبت ها رو جمع کنیم در کنار هم دیگه. ولی جامعه ما متاسفانه توی این 30 خورده یه دینی هم هست، همش دوست داره بره واسه امام حسین که از حسابش مرده گریه کنه، ولی برای چیزی کسی که همین الان داره 10 برابر امام حسین کار میکنه گریه نمیکنه، خندم نمیکنه، تازه سعی میکنه زمینم بزنش. تنگ نظری، حسادت، ارتجاعی بودن، افکار غلط، قاطی کردن مسائل شخصی با جمعی، مسائلی که میتونه صدمه بزنه، ایناست. اگه ما بتونیم از این عبور کنیم، خودی کسی که اهل مبارزه ان تو این مسائل میاد یاد بگیرن که مسائل اجتماعی جداست، مسائل فردی جداست، حسادت غلطه، تنگ نظری غلطه، چرا تا یه نفر میره بالا بقیه میخوام بکشنش پایین بزنن زمین، چرا تا یه جریان داره رشد میکنه رو جامعه اثر مثبت میذاره جریانای دیگه میخوان تخته‌ای بکنن، نکنه عقب بمونیم، نه چرا این کارو کنه، دست اتحاد بدیم به هم، هر کسی هر امکانی داره ازش استفاده کنیم، کمکش کنیم، اونم به ما کمک میکنه، پول بدیم هم دیگه جلو و این نیروهای پراکنده رو به یه جایی برسه، واحد به یه جبهه متحد خلق، جبهه متحد آزادی خواهی، جبهه متحد دموکراسی خواهی، جبهه متحد حقوق بشری. اینا همه الان نیرو نسبتا فکر نکنید خیلی تیج نیرو هم بیرون کشوری هم داخل کشوری ها، منتها
چطوری اینا رو مسموم کردن که به جای که با هم متحد بشن و کار کنن من خارجتان دو سوم آمدم مثلا گریه هم میگیره بعضی وقتا این سایت ها رو میخونم میخونم هر کسی فقط مونده یه نقطه ضعف و یکی بگه بابا تو خودت چه کار کردی؟ گذشته چیه؟ چند تا اعتصاب دوزه؟ چند تا سازماندهی؟ چند تا کارگر دو سندیکا بوده؟ چند تا حزب درست کردی؟ چند تا تشکر که بلا فاصله کوچکترین عمل یه آدم یا مثبت یا منفی ببره زیر سوال بعد فور میکنن تو تمام این سایت ها یعنی یه مشغله بازی شده به جای اینکه واقعا این نگاه به این باشه که باید جامعه را در اون کمک کنیم تغییر بدیم و این راهش اتحاد عمل اتحاد فکری کنار گذاشتن تفرقه هاست اون وقت با اگر این چیزی که میگیم و هی با اینا رو بگیم چون جامعه ایران تولید و با تولید افکار فرنگیش منفی گرایی بدبینی پشت سر هم حرف زدن چه میدونم چشم هم چشمیه مثلا دیگه در فرهنگ معمولی زندگی هست آخ خاله اینو داره من چرا ندم در خاله عروسی اونجوری که من چرا نگیرم خرج نکنم بدونی که بدون آیا امکانو داره نداره و زندگیاشونو تباه میکنه یعنی کوچیک مسئله فرهنگی تا بزرگ مسئله سیاسی که گروهای سیاسی درگیرشن به جای اینکه نگاه وحدت طلبانه متحد ببینن عمل این آدم داره یه قدم جلو میره اونو کمک کنن متصور دوستان هم دیگه میزنه امیدوارم که این اتحادی که الان بچهای کارگری دارن شکل میدن بیانیه مشترک هم میدن بیرون به بقیه گروهای سیاسی هم برسه و وقت اون نقطه امیدی که من میگم عینی و زمینی میشه انشالله من میبینم که شما تلفن دارید اگر موافق باشید یه لحظه خواهش میکنم